سلام دوستای من، حالتون چطوره؟ امروز میخوام در مقابل دوربین یه آرایش داشته باشم، آرایشی که همیشه در مقابل دوربین انجام میدم و ویدیوهای آموزشی رو آماده میکنم. لوازم آرایشی که استفاده میکنم رو بهتون نشون میدم و راهنماییتون میکنم. یه مقدار حرفای خودمونی رو میزنیم و در انتها اینکه این ویدیو هیچ جنبه آموزشی نداره، لطفا ایرادهای من رو هم تو این آرایش بگین. خوشحال میشم که منو راهنمایی کنین. بریم سر وقت آرایشمون. برای شروع از یک کرم هایدرونیک اسید استفاده کردم، به کل صورتم زدم. ببینید یه حالت آبکی داره ولی لوشن نیستش، به شکل کرم هست و به کل صورتم زدم. و بعد از این کارکتور کره استفاده کردم، اینجا این ویدوشه، زدم و واقعا عالی هست. یعنی اگر الان رو صورت من هیچ میکاپ و آرایشی نیست، فقط همین کارکتور کره ای رو زدم و زیرش هم هایدرونیک اسید. چقدرم ابروهای من بعد زود این 3 ماه تموم بشه، 4 ماه تموم شه، ابروهای من برگرده اینجوری بشه دوباره. واقعا اصلا خوشم نمیاد. الانم شما دیگه کامل شکل بینی رو میبینین دوستان. بینی من خیلی بینی گوشتی و زشتی بود و الان کوتاهش، وقتی میخندیدم قشنگ نوک بینی تو دهنم بود. الان این منطقه، این فاصله کوتاه شده و ولی بازم هنوز اینجاش چاق است. حالا خیلی ها میگن که طبیعی، خوب، ولی خودم دوست داشتم این خود بیشتر کوچیک میشد. ولی کلن از نظر آناتومی با صورت من هماهنگه. بعد در مورد جاهایی هم که بوتاکس زدم بهتون بگم، این دوتا رو بوتاکس زدم، خطای اینجا رو، و خواهش کردم که از خانم دکتر که این چروکای ریزی که اطراف هست، میخندم اینجا چروک میشه، قبل از اینکه حالت چروک واقعی درش ایجاد بشه جلوشو بگیرم و اینجا رو هم بوتاکس کردم. ولی بهتون همونطور که گفتم این مناطق رو بوتاکس نکردم. شاید اگه بوتاکس میکردم این خطها از بین میرفت، ولی مسئله اینه که در محیط های بیرون وقتی که داریم مایی رو مینوشیم، حتی ممکنه که از گوشه دهنمون خارج بشه و شاید منظره خیلی خوبی هم نداشته باشه. حالا میریم سر وقت آرایشمون. من همیشه در مورد فاندیشن نارس باهاتون صحبت کردم، خیلی ازش راضی هستم و فاندیشن بعدی که عاشقشم بایتری هست که به شکل رگولار من هر جا بیرون میرم دیگه از این استفاده میکنم. و اگر جای خاصی نباشه و فقط سوپرمارکت یا خرید مثلا با همسرم میریم چیزی بخریم، از همین سی سی کرم استفاده میکنم. با این تام فورد میخوام شروع کنم و طبعا هم رنگ پوست خودم هست. یه خورده میخواییم آرایش رو غلیظ انجام بدیم. و یه نکته که میخوام بگم این هست که این آرایش که الان دارم انجام میدم همون آرایشی هست که همیشه در مقابل دوربین هستم با شما صحبت میکنم. این همون آرایش هست، به غیر از اون جاهایی که دارم مثلا طرز زدن مثلا سروم ها اینها رو بهتون نشون میدم که اون موقع دیگه صورتم چیزی روش نده. میخوام یه خورده، اون زمانی بود که نمیشد خیلی مستقیم رفت و کرم ها رو خرید، یه خورده این تیره هست، این تام فوردی که گرفتم و خیلی مناسب فصل تابستون هست، ولی من حالا دارم ازش استفاده میکنم و میریم برای اسپانج کردن. خب کل صورتم رو، خیلی صورتم خشک هست با اینکه من یه پوست چرب دارم، و یه خورده آب رسانش برسونیم، خورده خیسش کنیم که کرم پود بهتر رو صورتم بشینه. من از اینکه صورتم برق بزنه متنفرم. کاری که تو فیلتر کردن عکسام ازش استفاده میکنم، شاین رو از رو صورتم میگیرم، خیلی بدم میاد. حاضرم هیچ کاری نکنم، فقط شاین رو از رو صورتم بگیرم. اینم برای اینکه کل گردن و صورت هم رنگ باشه، میریم تا قسمت های پایین گردن. هنوز بعد از 6 ماه بینی من هنوز آزرده است و درد میکنه و بخاطر همین عینک نمیزنم
و لنز میذارم. ولی کلا خودم دوست ندارم که زیاد عینک بذارم رو صورتم، مخصوصا زمان آرایش که اصلا نمیذاره کار درست انجام بشه و همیشه باید لنز گذاشته بشه برای چشمهای ضعیف من. چشمهای من چشم راستم 2+ و چشم چپم 2.5+. ولی همینو بازم صورتم رو چیز دیپ ببخشید دیدم خیلی بدونش مختلی، یعنی اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. کانسیلر نارز استفاده میکنم، خیلی دوستش دارم. البته من شنیدم تارتم خیلی خوبه. اینکه سفورا وارد یوکی شد و در لندن در وستفیلد اومده خوشبختان از وای من، چون چند تا کانسیلر مختلف داشتم دیگه در اصل اسراف کردم بود به نظرم و منتظرم که اینها تموم بشه و بعد برم و تارت رو هم یک بار امتحان کنم. میگن که تارت نوع گرونشه، اونایی که لوازم آرایش رو تبلیغ میکنن، و نوع ارزونش همون مارک الف هست. نمیدونم واقعا این دوتا رو میشه با هم مقایسه کرد یا نه، ولی من از مارک تارت خط چشمش رو خریدم و خیلی راضی هستم. پلکم، برای بالای پلکم من همیشه از کانسیلر مک استفاده میکنم. این یار همیشه که من هست. موقعی که رفتم ایران تابستون می برای عمل صورتم رفتیم، کجا بود اونجا که رفته بودیم؟ اوشون فشن یه جای اونجا رفته بودیم، اونقدر هوا گرم بود و قرار بود که باز اونجا من برم فرودگاه و برم شهر خودمون، این برم مشهد. بعد این چمدونا توی داخل ماشین مونده بود، یعنی داغ شده بود. وقتی که من رسیدم و چمدونا رو باز کردم قشنگ این آب شده بود دیگه. مجبور شدم تمام این اسکین کرام و اینا رو همه رو اصلا از خیرش بگذارم، چون اون همه حرارت فکر نمی‌کنم دیگه هیچی ازش مونده بود. بعد دوباره برگشتم اینو تازه خریدم، خیلی دوستش دارم. ببینید دوستان، ما که هر روز براش هامون رو نمیشوریم که تو این ظرف گذاشتم، و من همیشه مشکلم این بود که خب الان سر اینها چرب هست، کرم روش مونده و حالا اینجوری تو این محیط باز میذاری خب خاک میشینه روش، اون که نشد راه حل. این قشنگ مشکل ما رو حل کرد. ببینید و جالبه که اینجاش یه دسته داره و وقتی که البته اینجوری زیرش یه حالت چرخ داره، چون میچرخه و من هر کدومش که میخوام استفاده میکنم، ولی حالا که الان دارم استفادهش میکنم خیلی از این راضی هستم. خیلی خواهم از این پودر فشرده شنل استفاده کنم. من همه این لوازم آرایشی که استفاده میکنم رو زیر ویدیو براتون میذارم. ببینید این سمت که فرق میبینین، نمیدونم چشم اینقدر دقیق از این فاصله نمینه رویه که واقعا خوب است، ولی خلاصه که ما میخواییم برق رو بگیریم. من زیاد هم کار چیز رو انجام نمیدم، بهش چی میگن؟ کانسیلر، کانتور، کانتور کردن و اینا رو انجام نمیدم، چه حوصله ندارم. فقط یه کوچولو رو بینیم این کار انجام میدم که بینیم یه خورده باریک تر دیده بشه و تموم. یکی از بهترین محصولاتی که من خیلی دوستش دارم و از خریدنش راضی هستم این پودر فشرده بایتری هست. یعنی اگه جزء کسانی هستی که منافع استفاده بین، یه پودر سفید هست، شاید فکر کنین که اگه رو صورتمون بزنیم صورتمون این ماس میشه، نه هیچ اتفاقی نمیفته، فقط منافع باز پوست شما رو میپوشونه. روی دوربین شاید نتونم بهتون نشون بدم، ولی واقعا اگه برین توی فروشگاهی که محصولات بایتری هستی، مثلا توی انگلیس میدونم اسپیس انکی داره، برین اونجا و تست کنین خودتون همونجا با یه ذره به صورتتون بزنید خودتون متوجه میشین قشنگ تمام منافذ باز پوستتون رو کاور میکنه و در اصل یک کارکتور هستش. خیلی خوبه. محصولات بایتری متاسفانه خیلی گرون هست، ولی یک خاصیت خاصی مهمی که داره اینه که کوالیتی های خیلی بالا داره و خیلی عالی است.
این سایه کوچولوی مسافرتی دیور هست، فقط از این رنگ قهوهش یک کوچولو، خیلی کوچولو پشت پلکم زدم، چون خیلی پررنگ شد. همین برای خالی نبودن عریضه، نصفش هم پاک کردم. این برام همینطور. همین زد کار خاصی رو انجام دادم. شاید خودم از این رنگ صورتی در اصل کوچولو و این گوشه چشم استفاده کنم. دوستان ابروهای من میکرون بلیدینگ هست، این قسمت تا اینجا ابروهای خودم هست، اون هم به شکل یکی اینجا یکی اینجا یکی اینجا و بقیهش دیگه از اینجا به بعد دیگه ابروی خودم نیستش. یک کوچولو شاید 4-5 تا تاره موی ابرو داشته باشم برای این دو نقطه. متاسفانه بعد از شیمی درمانی کلن از بین رفت. ابروم از این کرم آناستازیا استفاده میکنم با براش مک. ببینید مک این براش کج کوتاش هست، زیاد کار خاصی هم نمیکنم چون ابروهام آماده است، فقط همون قسمت رو خورده پررنگش میکنم. خطی میکشم که یه حالت ابرو هم داشته باشه نشون بده. یعنی منتظرم فقط این بوتاکس ابروهای من از بین بره و آخرین باری هست که اجازه میدم که ابروهامو لیفت بکنن با بوتاکس رو بفرستن بالا. چقدر بده، اولین بار که بعد از بوتاکس رفته بودم مهمونی بهم گفتن عصبانی هستی، گفتم نه چطور مگه، گفت عصبانی، گفتم به خدا من عصبانی نیستم، این شکل ابروهام اینجوری شده، خیلی ناراحت بودم. خواهرم میگفت که عکس‌ها رو که فرستادی از ایران یک لحظه فکر کردم این عکس کیه سارا واسه ما فرستاده، باب خودشه. خیلی عصبانی شد خواهرم، میگفت که به صورت دست نزن اینقدر، دست نزن. خیلی باریک از برند تارت، خیلی حالت ماژیکی است. براتون نشون بدم یه کوچولو. دوستان این ویدیو هیچ جنبه آموزشی نداره، نگین که وقتی آدمای معروفی مثل الناز گرلوخ هست، صدف بیوتی هست، آرش کردن ما هیچه. فقط بیشتر میخوام کوالیتی محصولاتی که استفاده میکنم رو بهتون نشون بدم. حالا خود دومش هم میکشم. وای چقدر بد شدیم. اصلا کلن هم ابروهای من لنگ و بلنگه هست، هم چشمام اینجور خودم حس میکنم. رو نمیدونم شما نظرتون رو بگین در این مورد. خب دیگه حالا زیاده روید، این نگاه کنین، این الان رفت بالا این پایینه، عدم هنر میکاپ. وقتی هم نقاشی میکشیدم هیچ وقت نتونستم پورتره کار کنم چون همیشه دستم یه حالت لرزش داشت. مور اعصابم بود. حقیقتا من تو زندگی همیشه آدم خیلی عصبی بودم، ولی بعد از این مسئله که برام پیش اومد و اینها کلن این آدم ریلکس شدم، خیلی آروم شدم، از این بابت خیلی خوشحالم. ریملی که استفاده میکنم، من هر ریمل استفاده کردم، حتی گرونترین ریمل ها رو ببینید بعد از یک ساعت همه میره زیر چشمم، ولی این ضد آب مکش که خریدم که خانم خودش به من پیشنهاد کرد، واقعا دستشون درد نکنه به من معرفی کردن، خیلی عالی هست. من بکنم بیشتر از 4 تا تار مو رو مجام نیست، ولی وقتی که اینو میزنم واقعا به موجه هم خیلی جلوه میده، خیلی راضی هستم و از این به بعد فکر میکنم فقط اینو بخرم. حتی شنل هم نتونست جای این رو بگیره، این یه چیز دیگه است.
طبعا اینو همشون توی قیمت هستن، ولی این واقعا عالی بود. یکی از کاری که توی ایران انجام دادم اینکه موهامو یه شماره روشن کردم. موهای من همیشه 4 بود، یعنی همیشه با رنگ شماره 4 رنگ میزدم و همه گفتن که چقدر صورتتو تیره کرده، صورتتو کدر کرده. تیره نه، کدر. و کلا من که سبز هستم و صورتمو کدر کرده و بالاخره یه شماره روشن کردم. بعد خانم من گفت که هر وقت که برگشتی همیشه ریشه موهات که حالا مثلا سفیدی یا میزنه بیرون با شماره 6 این کار بکن. حالا 6 که میزنم خیلی اصلا بلوند شده ریشه موهای من. نمیدونم کسانی که توی رنگ کردن مو مهارت دارن بگن که من چیکار کنم که این حالت بوری انتهای پوست سرم برطرف بشه. این هم در شکسته. این رژگونه دیور هست که ازش استفاده میکنم، فقط از این قسمت. من همیشه توی وقتی تو مقابل دوربین هستم یه خود رژگونم رو قلیستر میکنم تا اون حالت به خاطر وجود نور حالت بیروحی از بین بره. فقط ببینید از همین گوشه به سمت بالا همینقدر. کانتور بینیم حقیقتا از یک رژ کیکو استفاده میکنم و چیز کانتور خاصی نخریدم. فقط هم اینجوری اینجا 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 این تنها کاری است که انجام میدم و فقط با دستی خورده. دوستانی که مهارت مکاپ آرتیستی رو دارن بهم بگن که چه کارهایی توی این آرایش اشتباه بود و منو لطفا راهنمایی کنن. و در آخر از هایلایتر YSL ایف سن لوران یه کوچولو از اینجا میام پایین به این شکل، یه دونم نوک بینی. هرچند این فاصله بینی من کوتاه شده ولی بازم یه هایلایت بهش زده میشه. بریم سر وقت رژمون. رژ همیشه همه اول خط لبشون رو میکشن و بعد رژ میزن. خب شما دوستانی که از قدیم منو میشناسن، من اول رژمو میزنم بعد خط لبمو. چون اگه این کارو نکنم لبم خط لب بکشم کج و موج میشه. دوستان دندونای منو میبینین؟ تنها جای سالم در بدن من دندون هامه، یعنی نه دندون پر شده دارم، نه دندون خراب دارم، نه دندون کشیده دارم. همه 32 تا یا 34 تا، چون دندون های عقل من در نمیده، فکم کوچک هست و اینها در نمیده، همشون سالم هستن. تنها مشکلی که داره نمیخوام سفید بشه، یا اون مدلایی که میرن تو ترکیه انجام میدن و دندوناشون مصنوعی میشه، مثلا اونجوری دوست ندارم. آیا شما ایده دارین که دندونو سفید بشه به غیر از اون روش های خونگی، جوش شیرین و اینها که مینای دندون رو نابود میکنه؟ نه، اونا نه. خب اگه خمیر دندون یا چیز خاصی که واقعا نتیجه داده و شما میشناسین به من معرفی کنید لطفا. اینا روژان هست از مارک مک هست. حقیقتا من چشم نمیبینه الان اینو، بعدا زیر ویدیو براتون همه رو دونه دونه میذارم. میخوام یه خورده لبامو اینجوری قالبه یه خواهش کردم، یه خورده خط لبو بیرون تر میکشم این شکل. ویدیوی بعدی در مورد چیزی که میخوام در موردش صحبت کنم این دو شاخه شدن موها هست و میخوام پایان بدم به تمام سوالات و راه حل رو بگم و پایان. و کلا در مورد قرص های رشد مو که خودم استفاده کردم و بالاخره تصمیم گرفتم که کدومش رو بالاخره ادامه بدم و اون کدوم از همه بهتر هست. پامپلای میخور اینجا آلودگی صوتی هم ایجاد میکنه. لب پایین هم میخورده باریکتر هست. قشنگ از بالای این خط لب من هست و این بالا.
محو کنم. این سیر رو زیاد محو نمی کنم، اینجا رو آله لبم و در نهایت از این پودر فیکس شارل تلبری استفاده میکنم. به خصوص تو عروسی این آرایش من اصلا هیچ نرفتم که مثلا صورتم رو آرایشش رو دوباره مثلا تمدید کنم، چیزی رو اضافه کنم، انقدر که این خوب آرایش رو نگه داشته. حتی برای منی که بینیم چرب هست و در اصل آرایش من خورده میشه، هیچ اتفاقی نیفتاد. این هم از آرایش من، چیزی هست که به شکل رگولار من همیشه انجامش میدم. دوستان فقط نکته که میخواستم بگم، از موقعی که ویتامین هامو با برنامه ریزی میخورم یک نتیجه خیلی خوب رو دیدم. من ناخون های من همیشه حالت کاغذی بود و تیکه تیکه از روش برداشته میشد و کلن میشکست. این اولین بار هست تو زندگی من تو این چند سال بعد از شروع بیماری که ناخونام بلند شده و چقدر سفت و محکم است. قشنگ اینجا کج میشد ناخونای من و تونستم لاک بزنم. البته این انگشت کوچیکم شکسته و این که دائم ازش استفاده میکنم حال تو کار آشپزی، ولی کلا ناخونام بلند شده و خیلی احساس خوبی دارم از این مورد. حالا ویتامین هایی که میخوام باهاتون صحبت کنم، قبلا در موردش تو این ویدیو صحبت کردم، تو ویدیوهای بعدی یکی در مورد منیزیم صحبت خواهم کرد و مزایای ام جی، و بعدش یه ویدیو بیشتر حالت ولاگ خواهد داشت. میریم توی عروسی تو ایران و اونها رو نشونتون میدم و یه خورده کاری که بیرون انجام دادم، اینجا کجا رفتم و اینها، که ویدیوها یک حالت کسل کننده و آموزشی خشک نداشته باشه. حقیقتا کانال من دانشگاه علوم پزشکی نیست و من این همه آموزش بدم و حوصله‌تون رو سر ببرم، ولی برای شروع این ویدیوها شما هم به من ایده بدین لطفا، ممنونتون میشم که چه کارهایی رو انجام بدم که به هر حال شما دوست داشته باشید. این نکته اول. و نکته دوم این که با همین که حالت سرگرمی هم خواهیم داشت، ولی من در کنار اون نکته های مراقبت پوست و مو رو هم همیشه یه جوری اون وسط ها جاش میدم. و اینکه این هم از ویدیوی امروز. و دوستان یادم رفت که بگم که اون ویتامینی که من باعث شد ناخونام محکم بشه، الان از تو کشو در آوردمش، منیزیم هست و من به شکل روزانه تنها منیزیم رو جدا استفاده میکنم که حالا تو اون ویدیو مفصل بهتون صحبت میکنم و میگم که چقدر تأثیر گذاشت روی ناخونا. و همین دیگه، خیلی دوستتون دارم. بنویسین هرچی دلتون خواست زیر این ویدیو بنویسین و من به همین اون جواب میدم. همه مسیج های شما رو حتی اگه یک لایک بزنم میخونم تک تکشون رو. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.